بچه این سری با درونم خواستم که براتون این فیلم رو بگیرم. سلام رفقا، من مهدی هم از تورنتو کانادا. به کانال خودتون خوش اومدین. توی کانال مهدی تهرانتو من تمام سعیم بر اینه که سعی کنم تمام چیزهای مختلفی که به نظرم یا کامل نمیگن بعضیا، یا اینکه یه مقدار حالا نمیدونم چرا منفی زیادی میگن، و با هم دیگه صحبت کنیم که اگر کسی خواست مهاجرت کنه بتونه تصمیم راحت تری بگیره. و این ویدیو دقیقا از اون ویدیو هاست که خیلی جدی میخوام در مورد اینا با هم صحبت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که یکی از دوستای صمیمی متاسفانه حالا دوبار ریجکت شد. حالا در مورد این جور چیزا هم بعدا با هم صحبت میکنیم، اما خیلی تو دلش خالی شده و یکی از علتاش هم اینه که انقدی که حالا از کانادا و وضعیت زندگی و چیزهای مختلف بد میگن، خیلی ها به من توی همین کانال یا توی اینستا با هم در تماسن و سوال میپرسن ازم و نمیدونم چرا اینجوریه. چرا وقتی یک سری شرایط یکی داره نمیاد مثلا درست به یه نفر دیگه هم بگه؟ این خیلی چیز نامردیه به نظر من. من خودم مثلا هیچ وقت دوست نداشتم از این کلمه استفاده کنم، ولی الان دیگه باید بگم. یه سری واقعا ایرانی بازی در میارم. من میخواستم بگم مثلا قدیم یکم که حرف میزد میگفتم یعنی چی؟ یعنی ایرانی ها چشونه که میگه ایرانی بازی طرف در میاره؟ من داشتم یه سری کلیپ درست میکردم در مورد اوبر، کسایی که اوبر میخوان کار بکنن، که ترفنداشو بگم با همدیگه بررسی کنیم، اون روشایی که بتونیم بیشتر پول در بیاریم و با هم صحبت بکنیم. اما اتفاقی که افتاد خیلی اومدن یه سری چیزا گفتن. آدم میدونی من که کارمو انجام میدم به خاطر اون آدمایی که واقعا عشقن، به خاطر شماها حتما اینو انجام میدن و این کامیونیتیمون رو حتما با هم دیگه درست میکنیم. فقط آدم دلش میسوزه دیگه، چرا باید یه همچین کاری بکنه؟ مثلا یکی از روشایی که داشتم توضیح میدم تو کلیپ های شورت هم گفتم تو همین یوتیوب، طرف اومده گفته که حتما این ویدیو رو میفرستم به ساپورت اوبر. حالا من که جدیش نگرفتم، ولی اتفاق جالبی که افتاد فرداش یه آپدیت جدید داد اوبر، یه سری چیزو تغییر کرده بود. آدم واقعا میمونه آخ نگم براتون این چینی ها هندی ها یه جوری هوای همو دارن، آدم واقعا دلش میسوزه که چرا ما ایرانی ها اینجوری با هم نیستیم. مثلا ببین یه نفر میفهمشه میگد اینجا تموم راههایی رو که بلده، تموم کارهایی که کمک شده بهش حالا بیشتر در آورده یا هر اتفاق مثبتی براش افتاده رو به بقیه میگه، و اینجا واقعا تعداد هندی‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر داره میشه. اون طرف چینی‌ها یه جوری هوای همدیگر رو دارن اصلا باورت نمیشه. ببین بانک دارن واسه خودشون، یه نفر یه جایی میره یه کار مثبت انجام میده تمومشون به همدیگه اطلاع میدن. بعد من اون سری داشتم با مکانیکم حرف میزدم، گفتم که کامیار جان من مثلا که کانال یوتیوب زدم میخوام به بچه ها بگم بیان و مثلا کمک بگیرن از شما که کار درست و قیمت منصفانه است. گفت نمیخواد این کارو، گفت واسه خودت میخوای محتوا درست کنی اوکی ها، ولی میگفتش دل خوشی از ایرانی ها ندارم، با اینکه واقعا آدم خوبیه. نباید اینجوری باشیم دیگه. من که به هر حال اون ویدیو یوتیوب رو درست میکنم واسه اینکه چجوری از اوبر بیشتر پول در بیاری، ولی کاش که ما هم مثل ملت های دیگه یه مقدار هوای همدیگه رو بیشتر داشتیم. این حد دلیه دارم بهت میگم، آدم دلش میسوزه. بعد ببین یه چیز دیگه این هم میخواستم بگم، مثلا یه سری ها هستن میگن واقعا شرایط زندگی تو کانادا سخته و تورم بالاست، مدل زندگی کردن ها، هزینه ها، خیلی از اینجور چیزا مینالن. و ببین خب
منی هم که اینجا الان تقریبا داره میشه دو سال اینجا، یه همچین چیزایی رو حس میکنم، ولی به نظرم کسی که از ایران اومده دیگه حق نداره این چیزا رو بگه. حالا علت چیه؟ مثلا یه دونه خونه قیمتش بود پارسال تو بردان یانگ، حالا یه جایی که ایرانی هم زیاد داره، 2300. همون موقع هم هواخوا زیاد داشت، همه مقدار میگفتن تورم قیمت ها بالا رفته و اینا، 2500 معامله میشد. الان هم همون 2500-600 میگن 2700-800 معامله میشه. چقدر فرق قضیه هست؟ تقریبا میشه گفت که 20%. و من ایرانی که اون سابقه تورم و اتفاقا رو دارم، نامردیه بیام یه همچین چیزی رو بهونه بکنم و به یکی که تازه میخواد پاشه از ایران بیاد بگم آقا قیمت ها بالاست. بعد یه موضوع دیگه ای که میمونه، ببین یکی از بچه ها داشتش به من میگفتش که اونجا زندگی کردن واقعا انقدر سخته مهدی، یا یعنی اینکه پول در آوردن انقدر سخته، واقعا زندگی سختی خواهیم داشت. ببین واقعا تو فکر کن، یه مثال دیگه، همون کسی که توی ایران داره الان زندگی میکنه، بیا ببین، همونی که الان تو ایران داره زندگی میکنه میخواد مستقل بشه، از خانوادهش میخواد جدا بشه، خب همه چی جدیده، هزینه خونه و ماشین و همه اینا میافته گردن خودش دیگه، خب طبیعیه که بعد قیمت همه چی یه مقدار بیشتر حس کنه، همه چی رو اذیت بشه و خب بعد بیشتر کار کنی اگه قراره رو پای خودت وایسی. وقتی مهاجرت هم میکنی همین اتفاق میفته دیگه، قراره همه چی دست خودت باشه، همه چی پای خودته و به خاطر اینی که بعد بیشتر کار کنی. هزار تا آپشن هم اینجا داره که بعد ببینی واقعا اونا رو میخوای ازشون استفاده کنی یا نه. یکی مثلا ترجیح میده نه کمتر مثلا خیلی چیزها رو استفاده کنه، یکی دیگه نه ترجیح میده که مثلا خیلی لوکس زندگی کنه. یه عالم اتفاق جذاب هم اینجا هست که میتونی ازشون استفاده کنی. همه اینا تهش برمیگرده به خودت، فقط آیا واقعا میخوای یه مقدار سختی بکشی و یه عالم المان مثبت رو تو زندگی تجربه بکنی یا نه. مثلا جدیدترین گوشی که میاد شاید تو نتونی هر جای دنیا اونو داشته باشی، حالا مثلا ایران منظورم ها، ولی خب اینجا هست، اینجا فقط کافیه که سفارش بدی یا یه مقدار پسنداز بکنی و اون چیزی که میخوای بگیری و استفاده کنی. ولی خب تو ایران این شرایطش نیست دیگه. یا در مورد ماشین، در مورد ماشین، اون ماشینی که دلت میخواد و خب شاید اصلا تو ایران نباشه، یا اون قیمتی که اصلا تو ایران دارن در موردش صحبت میکنن تو مخیلات آدم هم نمیگنجه. مثل چی؟ من پریشبا بود یه دونه تو اینستاگرام یه دونه صفحه از دنبال میکنم، اتوگالریه، ماشینای خیلی خوبی همیشه میذاشت و یه دونه مازراتیه گراند توریسموه، کیت واقعا نمیدونم، کیت MC زده بود، حالا نمیدونم اصلا چی هست. بعد 23 میلیارد تومان. من هیچ وقت تو خوابم هم نمیدیدم که همچین ماشینی رو بتونم داشته باشم، ولی اینجا رفتم قیمتا رو نگاه کردم، مدلش 2013 بود، توی سایت کارگروس که بهتون معرفی کردم رفتم تو اونجا نگاه کردم، دیدم قیمتش رو گذاشته 68,000 دلار. قیمت کمی نیست ولی اونقدر خارج از دسترس هم نیست. ببین یکی از بزرگترین چیزهایی که الان من مد نظرم هست اینه که با هم دیگه انقدر روش کنیم تا برخلاف اینایی که هستن همه میگن کانادا به درد نمیخوره. من دیدی دیگه هم مثبتاشو میگم هم منفیاشو میگم. همین الان برو ببین کدوم یکی از ویدیوهام واسه خود شخص تو بیشتر از همه تونستم بهت اطلاعات بدم و به نظرت ویدیوی جذابتریه، اونو تا اونجایی که میتونی به دور و وریات بفرست، به تمام کسایی که میخوان مهاجرت کنن یا تازه مهاجرت کردن، تا به همدیگه کمک کنیم و یه جورایی میدونی ما توی اون تیمی هستیم که میخوایم هوای همدیگه رو داشته باشیم، تعدادمون پایینه ولی میخوایم همه چیز رو با جزئیات
واقعی با هم دیگه صحبتشو بکنیم. و من واقعا ازت میخوام دوست من، تا میتونی شیر کن، لایک کن و تمام تلاشت رو انجام بده که با هم دیگه رشد کنیم، مخاطبا بیشتر بشن و این ویدیوهایی که من دارم میسازم به دستشون برسه. این علت فقط و فقط به خاطر اینه که فقط آدم اینجاست مزاحم شده، علت و تنها علتشم فقط اینه که اطلاعات غلط و اونی که تازه میخواد بیاد کانادا نه. بعد ببین مثلا یکی از بچه‌ها به من داشتش میگفتش که آقا برو پیج فلانی رو نگاه کن، یکی کانال یوتیوب زده میگه کار نما کانادا سخته فلانه، نمیشه پول در آورد، هزار تا داستان، تورم گرونیه. و به همون آدم بیا ببین، به همون آدم برو بگو اگر بده چرا برنمیگرده ایران. مثلا در مورد خونه طرف میاد میگه که آقا قیمت ها گرون شده. من یه سوال دارم، کسی که تو ایران داره زندگی میکنه الان قیمت ها گرون نشده؟ کسی که داره میگه کانادا انقدر بده چرا برنمیگرده ایران؟ من از اینجور آدم ها هم خیلی دیدم و تا دلت بخواد طرف جزت مایه‌دارترین ایرانیایی که دارن اینجا تو کانادا زندگی میکنن، بعد ازش میپرسی که نمیدونم راضی، شرایط چطوره، میگه نه والا گرونی گرونی، مالیات پدرمونو در آورده. خلا من سب اگه انقدر زندگی کردن اینجا سخته چرا به هر نمیگردی تو؟ پس یه نفر که دوست داره بیاد دیگه به خاطر بچه ها، اونایی که سنشون زیاده یا اونی که تازه اومده و میگه خوب نیست، میگم پس چرا نمیری؟ میگه نه میخوایم بچه دار بشیم، به حال اون اینجا به دنیا بیاد. باکی میگه خوب نیست، منطقی نیست دیگه، علکی حرف بقیه رو که یه سری چیزای علکی میگن و با عقل جور نمیاد جدی نگیر. یه اتفاق دیگه ای که میفته، من اینجا مثلا آدم زیاد میبینم با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه، خود کانادایی ها انقدر آدم های نایس و باحالی هستن، یعنی باشون که صحبت میکنی الان بذار یه دقیقه برم سمت اینا به تو نشونشون بدم. این دو نفر رو میبینی؟ اینا گفتش که چقدر درونت باحاله، چه باحال، کلی با هم صحبت کردیم، یه دقیقه پاس کردم فیلم گرفتن اون. بعد توی ماشین طرف میشینه کلی چیز جذاب داره با هم دیگه صحبت میکنی. حالا اتفاق دیگه ای که میفته چیه؟ مثلا طرف به من پیام میده میگه که مهدی جان واقعا اینقدر شرایط زندگی تو کانادا سخت، اگه اینجوریه نیاین. مثلا همون دوستم که گفتم الان دو دل شده و مطمئن نیست که بیاد یا نیاد، و این همون ایرانی بازی است که میگم لطفا بیاین اینو در نیاریم، با هم دیگه دست به دست هم بدیم جلوشو بگیریم، چون چیز منفی ویو زیاد میخوره، مردمان نمیدونم دنبال داستانن الکی و اینجور حرفا. واقعا یه چیزی بهت بگم، خدا وکیلی پریروزا من یکم نگران شده بودم، میگفتم نکنه همه دارن راست، همه دارن منفی میگن، تنها کسی که داره مثبت میگه منم، نکنه خودم هم دارم اذیت میشم حواسم نیست. بابا الان طرف میگه تو کانادا یخ میزنی میمیری سرده اذیت میشی، منم اینجوری فکر میکردم، نیست اینجوری نیست، همین الان عرق کردم با این دارم راه میرم فیلم میگیرم. و طرف میگه نه کانادا کلن 3 ماه تو میتونید لباس راحت بپوشی، بقیهش همش باید تو کاپشن خودتو خفه کنی. خب اینجوری نیست دیگه، الان 3 نوامبر، بذار دقیق باید بگم مطمئنشم، یه دقیق اشتباه، 4 نوامبر شنبه ساعت 4:11 ظهر 2023، سال 2023 بودن، یه دقیق ساله آینده اینو میبینن، از گذشته ها اینو به یادگار براشون بذاریم. آقا گرمه، میگه من با این دارم یکم راه میرم، برق گردم به حال هواش خنکم میشه، سردم میشه، یخ و برف و بوران و کولاکم داره، استورم وحشی هم میشه، ولی همه اینا رو وقتی بذاری کنار هم، اگر خانومی به نظرم من یعنی چی میگی اینجا به درد نمیخوره ایران خوبه، نمیفهمم نسبت به تمام اتفاقاتی که
اینجا هست و توی ایران هست، اگه یه خانم همچین حرفی بزنه واقعا نمیفهممش، و اگرم یه آقای هستی و داری میگی اینجا خیلی به درد نمیخوره، بازم خیلی درکی من نمیتونم بکنم، چون واقعیتش اینه که انقدر آپشن مختلف داری که دیگه نمیشه آدم به بدیاش بخواد فکر کنه. آدم با آدم فرق داره، درسته یکی میاد حالا اون قسمت های منویشو خیلی بولد میکنه، ولی اگر گفتم تو ایران هم بخوای مستقل شی، وقتی یهوی هزینه اجاره خونه و ماشین و همه اینا بیفته گردن خودت، اگه با خانواده داری زندگی میکنی، خب همینه، یهو کلی هزینه بهت اضافه میشه. فقط فرقش اینه که مثلا اینجا شاید نتونی پول در بیاری، اینجا هم نمیخوام بهت بگم پول کف زمین ریخته، نه، ولی کسی که زحمت میکشه به اندازه زحمتش پول در میاره، دو تا چهار تاش میخونه. به نظر من دو تا چهار تاش تو ایران نمیخونه. حالا شاید یکی بیاد بگه انقدر تبلیغ کانادا رو نکن، شاید یکی نتونه بیاد. به نظر من کسی که تلاششو بکنه میتونه بیاد. منم در آینده چجوری اومدم، چی کار تو میتونی بکنی بیای، و تمام راههایی که میتونه به بقیه بکنه رو قول میدم بهت، همه رو با هم دیگه شیر کنیم و صحبت کنیم. من الان اینجا یه نفرم دارم کار میکنم، بقیه ویدیوها رو فکر کنم دیده باشی، اگه ندیدی برو بقیه ویدیوها رو ببین. من یک نفرم اینجا داریم کار میکنیم، خدا رو شکر از زندگی من راضی هستم. حتما تحقیق کن خودت در مورد هزینه ها و درآمد ها یه تحقیقی بکن، بعد بیا ببین که اصلا واقعا راست میگه طرف یا نه. You can wave to the camera. There's a camera. Yeah, I'm taking a video. Oh, so cool. Yeah, yes, here you are. It's the first time I see it. Before always a TV or someone say yes. Yeah, good to see you anyway. See you. Have a good day, bye. انقدر مردم اینجا نایستن دارم بهت میگم. ببین دو تا نکته دیگه هم من بهت بگم اگه میخوای بیای کانادا خیالتو راحت کنم. من یه دونه مسافر داشتم، این کانادایی بود، رفته بود انگلیس از فرودگاه برش داشتم، بعد داشتیم صحبت میکنیم، چون اینجا هم هوا خوبه دیگه، الان نوامبره، این وسط اکتبر اومده بود، یعنی دوباره برگشته بود کانادا، داشتیم در مورد آب و هوا صحبت میکردیم، گفتش که چقدر هوا خوبه، مثلا تو انگلیس انقدر هوا سرد بود، میخواستم برم یه دونه جکت بگیرم، و گفتم بابا واقعا اینجوری که میگن نیست، من که پارسال به نظرم زمستون سختی نبود. گو اتفاقا پارسال خیلی زمستون سختی بود، اگه تو به اون میگی هیچی که پس به بقیه طبیعتا بقیه زمستون ها هیچ اذیتت نمی کنه. بعد چیز جالب میگفتش که تو انگلیس همه بهش میگفتن چرا انقدر سردته، مگه تو کانادایی نیست؟ میگفت اوکی کانادایی ام، ولی تو کانادا انقدر سرد نمیشه که الان اینجا هست. آقا اومدیم پایین دیگه، این همه باتریشو نیورده بودم، این کیف کوچولوه با هم بود دیگه، تموم شد باتریشو، مجبور شدم جمعش کنم. ببین اتفاقی که میفته اینجا، انقدر آدمای باحالی هستن که تو ایرانی هم نبینی اصلا احساس قربت رو نمی کنی. این یک گزینه. دو، توی تورنتو مخصوصا سمت نورتیورک، حالا قسمتی که نزدیک خیابون یانگه، و از اون طرف ریچمون هیل، انقدر ایرانی داره که اذیت میشی، اصلا دوست داری به یه جا دیگه زندگی کنی. رفیق ببین، پس تمام تلاشمون اینه که با هم دیگه کمک کنیم به هم نوعمون، لطفاً کنار من باش، یه هولی بده، با هم دیگه انقدر تلاشمونو میکنیم تا جایی که میشه به بقیه کمک میکنیم، به رفیق دوست آشنا، که دیگه الکی توی دل کسی خالی نشه، دیگه این اتفاقا نیفته، تا اونجایی که میشه با این آدمای منفی نگر مقابله میکنیم، تا هیچ کدومشون دیگه زورشون به ما نرسه. هر جای دنیا که هستی مراقب خودت باشی.